عزیز سرفصل مهمانی باشه و به امید روزی که من بتونم و باید بتونم تابلوی بیمارستان قلب طلعت کاربخش رو بالا ببرم. جوان موفقی بوده، جایزم رو که خیلی هم برام ارزش داره هدیه کنم. آقای دکتر ایمان اشراقی. عشق سرشار میخواد، یعنی من یادم میاد اول دبستان واقعا هدفم رو و عزمم رو جذب میخواد. اون خط قرمز و ورود ممنوع بزرگ خط قرمز رو به جوانان نشون دادیم تا در مسیر اون الگوبرداری منفی کنن و خط سبز زندگیشون رو پیدا کنن و اثری که داشته و پیامی که گرفتیم و واسطابی که گرفتیم الان گویای اثری بوده که ما و قسمت عمدش رو دوباره 7 سال دیگه در مهمانی فارغ التحصیلین نامون عزیز سرفصل مهمانی باشه و به امید روزی که من بتونم و باید بتونم تابلوی بیمارستان قلب طلعت کاربخش رو بالا ببرم. جوان موفقی بوده، جایزم رو که خیلی هم برام ارزش داره هدیه کنم. آقای دکتر ایمان اشراقی. از مادرم متشکرم، همیشه مدیونشون هستم و همیشه سعی خواهم کرد تا عشقی رو که من در این خونه یاد گرفتم، عشق به انسان رو، حالا در رشته طب شده یا در سینما یا سایر حرفه‌هایی که ممکنه بهش مشغول بشم، همیشه این رو انتقال بدم. پدر و مادر من عاشق بودن، عاشق زندگی بودن، عاشق فرزندشون بودن. زنده باد پدر و مادرانی که عاشق عاشق بود. هنوز با احتیاط اگه احساس کنم که یه چیزی باید یه جوری باشه، یعنی یه استعدادی باید بالفعل به یه حدی برسه و نرسه، سرطان خون داره. منم یه بابا مثل بابای دارم. آقا پاس از زندگی این دختره، شما به درد پرنیان نمیخوری. خب اینو از اول میگفتیم، دیگه احتیاج به این همه مقدمه نبود. دردم آقای دکتر، هیچ کس تو زندگی من دخالت نمیکنه، حتی شما دکتر. امشب شبیه که میشه از حادثه رد شد، میشه مثل یه غریبه آشنای خوب و بد شد. چند نفر جواب پس بدن؟ به قاضی، به دادگاه، به فرشته شما. جعفری که من واقعا مورد لطف خودشون قرار دادند و خیلی خوشحالم.
حالا دیگه بهش سر به نام خدای من، خدای تو، خدای همه ما، به نام کشورمون، به نام ایران، به نام ایران و ایرانی، سلامی چو بوی خوش آشنایی. من رشته پزشکی هستم و الان شانس اینو دارم که کار تصویر بکنم با گروه عزیزی که دارن خط قرمز رو تولید میکنن. خط قرمز عبور جوانانی است از نسل من، از خط قرمز به هنجارهای سرفصل میهمانی باشه و به امید روزی که من بتونم و باید بتونم تابلوی بیمارستان قلب طلعت کاربخش رو بالا ببرم. جوان موفقی بوده، جایزه‌ام رو که خیلی هم برام ارزش داره هدیه کنم. آقای دکتر ایمان اشراقی. خیلی خوشحالم که دوشادوش ایشون هستم امروز، گرچه مدت کوتاه بود برای حضور ایشون در ایران، ولی خب وقتی در یک کنار آدم باشه مدت کوتاه هم آدم میتونه لذت ببره و کسب فیض بکنه. همونطور که در میهمانی قبولی کنکورم گفته بودم، امشب بزرگترین یادواره‌ای که دوست دارم در این میهمانی باشه، یادش باشه، روحش باشه، خاطرش باشه، چون همیشه با ما که منو با ایشون همجهت کردن، مدال طلای شماره یک رو به ایشون میدم، مدال طلای نمبر 1 رو، چون همیشه میگفتیم بابا تو لیاقتشو نداری که بچه من باشی. چشم بابا. هیچ وقت نذاشتی باهات حرف بزنم، هیچ وقت. همه آماده هستن؟ شعر نوع کشوره. گرم یاد آوری یا نه، من از یادم نمی کنم.